أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث توسعه و تعالی فرهنگی است و در ذیل این بحث بنامون بر اینه که نسبت بین دین، فرهنگ و دولت رو بر مدار یک موضوع و اون موضوع تعالی فرهنگی است مشخص کنه. به قدری که فرصت اقتضا بکنه. و در این مسیر به تناسب تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به دین، فرهنگ و دولت نظریه‌های مختلفی پدید آمده و پدید میاد که سرنوشت این بحث رو مشخص می‌کنه و اینکه باید به دنبال توسعه فرهنگی بود یا تعالی فرهنگی، اینکه باید نگاه حد اکثری به فرهنگ داشت یا نگاه حد اقلی، این که باید نگاه حد اکثری به دین داشت یا نگاه حد اقلی، این که باید نگاه حد اکثری به مسئولیت دولت داشت یا نگاه حد اقلی، و از ترکیب مبانی اتخاذ شده در هر کدام از این سه موضوع یک نظریه متولد میشه و این نظریه مشخص میکنه که در عرصه فرهنگ باید به دنبال چی باشیم. و ذیل موضوع الگوی پیشرفت، نگاهمون به پیشرفت فرهنگی چگونه باشه؟ اول به صورت تفکیکی تنوع دیدگاه‌ها رو در این سه موضوع عرض می‌کنم، بعد بر محوریت موضوع توسعه یا تعالی فرهنگی ترکیب میکنیم این مبانی رو تا ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. در خصوص دین چند دیدگاه طبیعتاً وجود داره، از دیدگاه کاملاً توحیدی و حداکثری تا دیدگاه کاملاً مادی حتی به دین. از نگاه مادی شروع میکنیم. در نگاه مادی دین یک امر ماورایی و متافیزیکی نیست، ولو اسمش دینه، بلکه یه امر بشری است، منتها یه امر بشری که با سایر امور بشری تفاوتایی داره. البته دین محصول، حالا باز اینجا در دامنه این بحث نگاه‌های مختلفی مطرح میشه، ولی که من به بعضیش اشاره میکنم. این که بگیم دین محصول جبر اجتماعی است، یه نگاه. نگاهی که کلن نه فقط دین رو که بعداً میگیم فرهنگ رو، که جامعه رو، که فرد رو،
محکوم قوانین جبری میدانه. جامعه به شکل قهری داره یه فرایند روبه جلوی رو طی میکنه و در این مسیر در مواردی به یک گزاره هایی تکیه میکنه سوش میگذاره دین. این گزاره ها ویژگیشون اینه که از نظر معتقدان به این گزاره ها فراگیرترند، باثبات‌ترند، پرسش ناپذیرترند. یک نگاه دیگه اینه که بگیم دین محصول تخیل انسان، جبری نیست ولی بازم بشری است، محصول تخیل انسان. انسان از روی جهل یا از روی ترس یک اموری رو برای خودش مفروض میگیره، معتقد میشه. نمیتوانسته آسمان رو تحلیل کنه، نمیتوانسته پدیده ها رو تحلیل کنه و توجیه علمی و منطقی براشون داشته باشه، میومده اعتقاداتی رو برای خودش قرار میداده که اینها رو تفسیر بکنه و جهل خودش رو از این طریق پوشش بده و اسمش رو میگذاشته دین. این مربوط به نگاه‌های غیر توحیدی. در نگاه توحیدی باز دامن طیف داره و تنوع داره. یک تفکر معتقد به این که دین مربوط به امور معنوی و امور فردی انسان است، ماورایی است، از مبدأ غیب، از طریق وحی الهی و از طریق پیامبر بر انسان نازل شده، منتها قلمروش اینقدر. نگاه دوم ذیل نگاه توحیدی میتونه این باشه که علاوه بر امور فردی، تعالیم دینی ناظر به امور اجتماعی هم هست، اما در امور اجتماعی به یک جهتگیری های کلی بسنده کرد. بناش این نبوده که اون قدری از وضوح رو در کلام خودش ایجاد بکنه که مستقیماً یا حتی غیر مستقیم یک نظامسازی خاصی و جامعه پردازی خاصی از درون او شکل بگیره. نگاه سوم ذیل نگرش توحیدی اینه که دین علاوه بر امور فردی، امور اجتماعی و حتی بالاتر از او رو بیان میکنه و بیان میکنه و بیان کرده، به این بیان که دین برنامه تکامله، برنامه سعادته. نگاه برنامه ای به دین داشتن پیوند میزنه آموزه های مختلف دینی رو با هم. میخواد بگی که اعتقادات اسلامی با ارزش های اسلامی با تکالیف اسلامی اینا با هم مرتبطه. خدای متعال میخواسته یک رشدی در فرد، در جامعه و در تاریخ ایجاد کنه.
و این منظومه معرفتی که بیان کرده برای این بوده که اون اتفاق بیفته. بنابراین دین احکام سرپرستی است، هم سرپرستی فرد، هم سرپرستی جامعه، هم سرپرستی تاریخ. میگید که میپرسید سرپرستی فرد رو میفهمیم، سرپرستی جامعه هم همچی کم و بیشی میفهمیم، سرپرستی تاریخ یعنی چی؟ عرض میکنم فرق جامعه با تاریخ اینه که تاریخ برایند جوامع است در بردار زمان، وقتی شما از تمدن ایرانی صحبت میکنید، از تمدن اسلامی صحبت میکنید، نگاهتون معطوف به یک دولت خاص، یک جغرافیای خیلی محدود و یک مقطع زمانی معین نیست، به یک مفهومی دارید توجه میدید که امتداد تاریخی داره. یک، امت‌های مختلفی که در اقلیم‌های مختلفی زیست می‌کنن میتونن سهیم شده باشن در تحققش. متا وقتی صحبت از جامعه میکنیم میگیم جامعه ایران، جامعه افغانستان، جامعه آمریکا، این منطقه جغرافیایی داره، این ناظر به یه زمان معینیه. حالا اگر کسی خواست جامعه رو از اول وسیع معنا بکنه، خب ما حرفی نداریم، ولی به نظر میاد اینجوری قابل فهم تره. خب این که گفتیم دین احکام سرپرستی تاریخ را هم میگوید، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که خدای متعال عالم رو برای نیل به سمت یک مقصدی خلق کرده. ما خلقت هازا باطلا، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زیاد شنیدید، ما خلقت الجن والانس الا لیعبود، انا لله و انا الیه راجعون. اینا همه داره میگه که همه قراره به یه طرفی برن، یه مقصدی دارن، نه همه یه تک تک آدما، همه یه خلقت. بسیار خوب، پس این شد ما نگاه ها رو در یه دسته‌بندی و نگاه توحیدی و غیر توحیدی در دین شناسی معنا میکنیم. در نگاه غیر توحیدی گفتیم یا جبریست یا محصول تخیل انسانه. در این صورت دیگه محدود معین کردن و قلم رو تعریف کردن برای دین مناسبتی نداره، چون ریشه ای نداره. یعنی بشر متناسب با این که علمش افزایش پیدا میکنه، عقلش افزایش پیدا میکنه، دینو میذاره، اون دینو میذاره کنار. چه این که رسمن گفتن بعضی از فلاسفه غربی که حالا ما در کتابمون هم آوردیم که دیگه عصر دین به پایان رسیده، چون عقل بشر به بلوغ خودش رسیده، دیگه اون مبتلای به خرافه و جهل نیست که بخواد تمسک به یه امری که نمیدونه چیه داشته باشه. و در حوزه توحیدی هم سه گرایش رو به نظر اومد میتونیم از هم تفکیک کنیم. این در دینشناسی. البته بحث دینشناسی حوزه وسیعی داره که ملاحظه خواهید فرمود. اما محور دوم چی بود؟
فرهنگ. فرهنگ چیه؟ تعریف زیاد کردن. دیدید شاید. از زوایای مختلفی هم تعریف کردن. بعضی به موضوعات فرهنگ رو به موضوعاتش تعریف کردن. بعضی به آثارش تعریف کردن. تعریف های مختلف. اونم الان بحث تفصیلی راجع بهش نمیخوام بکنم. فی الجمله اگر ما بگیم فرهنگ مجموعه باورها، ارزشها و رفتارهایی است که مورد پذیرش همگانی قرار گرفته، به حدی که معیار ارزش گذاری قرار گرفته، قرار میگیره، این میشه فرهنگ. اگه قانونگرایی در یه جامعه ای مورد قبول عامه قرار گرفت، به حدی که اگر کسی قانون شکن شد با دید منفی بهش نگاه میکنن، به عنوان یه ضد ارزش بهش نگاه میکنن، نمیگن یه آدم زرنگی بود، میگن آدم تجاوزکاری بود، حقوق دیگران رو تضییع کرد، معلوم قانونگرایی فرهنگ شد. اگر برعکسش بود، کسی که قانون گریزه مردم نگاه خوشبینانه بهش داشتن، گفتن این زرنگه، بلده چجوری قانون رو دور بزنه و گیرم نیفته، این معلومه که قانون گریزی تو اون جامعه فرهنگ. این معنی فرهنگ. اما در خصوص چگونگی پیدایش و تغییرات فرهنگ هم شاهد نظریه های مختلفی هست. ما در این کتابمون یه جعل اصطلاحی کردیم که اصل اون محتواه برای اینکه بتونیم یه صورت بندی منطقی بکنیم این جعل اصطلاح کردیم، ولی محتوا و مابعضاش به اعتبار بنده نیست. مفصلش رو باز خواهید دید. تعبیر کردیم به اینکه بعضی قائل به وحدت گرایی جبری در پیدایش فرهنگ هستن. معنی میکنه وحدت گرایی جبری، یعنی اینکه اولا وحدت گرایی در مقابل کثرت گرایی، جبری در مقابل اختیاری. وحدت گرایی جبری به معنی اینه که فرهنگ رو بسیط میپسنده، دنبال تنوع بخشی فرهنگی، تکثر بخشی فرهنگی، چه در عرصه محصولات فرهنگی، چه در عرصه ابزارهای فرهنگی، چه در عرصه دانشهای فرهنگی نیست. اینو مفید نمیدونه، استقبال نمیکنه. از نظر محتوایی این وحدت گراییه، یه مفهوم مدیریتی هم توش افتاده، یعنی اینکه یه نحوه اقتدارگرایی رو در مدیریت فرهنگی هم مطالبه میکنه، تمامیت خواهی رو هم مطالبه میکنه، در عین اینکه از نگاه جامعه شناسانه همون تفکر جبرگرایانه برش حاکمه، یعنی میگه فرهنگ تحت همون قواعد دیالکتیک تاریخی و ماتریالیست تاریخی شکل میگیره. لذا دنبال این که بیایم فرهنگ رو مدیریت بکنیم و تغییر بدیم نباید.
یک نگاه، وحدت گرایی جبری. در نقطه مقابل این تعبیر رو کردیم که کثرت گرایی توده‌ای. کثرت گرایی توده‌ای که اشاره به نظریه‌های پوپولیستی در عرصه فرهنگ و البته غیر فرهنگ هم این نظریه مطرحه داره، به جای اون وحدت گرایی میگه کثرت گرایی، یعنی میگه هر چی میشه تنوع، از تنوع نه تنها نهراسید بلکه به استقبالش برید، ولو این تنوع نظمی نداشته باشه، انسجامی نداشته باشه، هویت واحدی نداشته باشه. ظاهر امر اینه که به دنبال تعقیب یک هویت واحد نیستن، چون در تفکرات پست مدرن اساساً اینو باور ندارن، چون عصر حاضر رو عصر مرگ فراروایت ها میدونن. فراروایت به تعبیر ما یعنی یک امور ثابت حاکم بر تاریخ. نداریم. وقتی نداشتیم میشه تکثرگرایی. این تکثر رو کی می آفرینه؟ توده ها. و ظاهر امر اینه که میگن خواست توده مردم، علاقه توده مردم اونه که داره فرهنگ رو شکل میده. فرهنگ از بیرون مدیریت نمیشه، فرهنگ رو توده مردم مدیریت میکنه. دیگه اسمش مدیریت هم نباید گذاشت، ایجاد میکنه. نم نگاه دوم. نگاه سوم به فرهنگ اینه که بنده ازش تعبیر کردم به تکاملگرایی تقومی. به جای اون وحدت گرایی و کثرت گرایی گذاشتم تقوم. این تقوم در درون خودش هم وحدت و کثرت رو جمع کرده با هم این که وقتی گفتیم تکامل گرایی یعنی این که جبر نیست، اختیار هست، اراده هست. منتها این اراده نه به شکلی که نظریه های لیبرالیستی بگن که بگن رأی و تمایل و خواست توده ملاک صرفاً، میگیم تقومی است، یک نظام اراده های تاریخی و اجتماعی حضور دارن که متناسب با تعلقی که به مقصد دارند فعالیت میکنند و فرهنگ میآفرینند. پس هم تقوم فرد و جامعه است و هم ارادی است و هم تکاملیاب. ثبات نداره، حرکت داره، حرکتش جهت داره
و در ایجاد این جهت همه شریکن با تفاوت سهم اراده. این هم محور دوم که فرهنگ بود. دین رو عرض کردم یک، فرهنگ رو هم عرض کردم دو. حالا میام سراغ دولت. در خصوص مسئولیت و کارکرد دولت باز چند نگاه وجود. دولت که اینجا میگیم باز به معنی قوه مجریه نیست، به معنی حاکمیت. حاکمیت در عرصه کلن چه نقشی داره تا بگیم بعد در عرصه فرهنگ چه نقشی. یه نگاه اینه که دولت رو به عنوان یه مرکز خدماتی بهش نگاه بکن، پشتیبانی باید بکن فقط. قدرت داره، پول داره، باید پشتیبانی کنه، هر کی خواست بده، اختیار آحاد مردم قرار بده، علی سویه. نگاه دوم اینه که یکم از این بیشتر، که معمولا هم این دوتا به هم پیوند میخوره دیگه، حالا اون شکل اولش خیلی معنا نداره، مصداق یعنی نداره، اینه که علاوه بر خدمات دهی نظارت هم میکنه. های دوتا رو با هم یکی بگیرید که ساده تر بشه بحث. بگیم دولت ناظر در ازای خدماتی که میده نظارت هم میکن. نگاه دوم دولت تصدیگراست، تمامیت خواهی. به این معنا که هر اتفاقی که در هر سطحی در جامعه میخواد رخ بده باید با اجازه اون باشه، باید با تأیید اون باشه. این هم نگاه دوم.